با سلام و درود احترام خدمت هموطنان، حالا حق دارم، حق به شما میدم که لایک کردن یادتون بره. من بارها و بارها دوستان تاکید کردم و منم گفتم چشم، سعی خودم میکنم، اما باز همین کار رو نکردم. حالا میدونم شما چرا لایک نمیکنید. و جالبه که این مزدورهای حکومتی خوب لایک میکنن چون آخر کارشونه. خدمت شما عرض کنم که الان ساعت 5 صبح روز 11 تیر ماست، تیر ماه 99. من سعی میکنم اول کلیپ ساعت و روز کلیپ ها رو میذارم بگم که دوستان بدونن کی هست، کجا هست، چیکار میکنم. در مورد چین شایعات خیلی زیاده و من علت چه خواهم گفت و خیلی جالبه نه؟ این به قول معروف این مزدورایی که سرش تو آخر جای دیگه است و جست میگیرن همگام با شاهزاده، سپهر آزادی، چی چیک از این اسمایی که هست، ولی الان مشخص میشه که ماهیت پلیدی اینها کجاست، سرشون تو آخور کیست. من بارها گفتم بیایید مشخص کنید از کجا پول میگیرید، بیایید بگید درآمدتون کجاست. ولی الان که در تظاهرات در سراسر ایران شروع شده و در روز بزن بیشتر میشه، هیچ کدوم پوشش نمیدن و از همه عجیبتر که بی بی سی پوشش میده، کاسه از آش داغتر شده، هیچ خبرگزاری پوشش نمیده. من این گذره همجی یواش چیزی بگه و بره. میگن یه نفری یه بزغاله پیدا کرده بود، بعد میخواست ببره خاطرتی شده، بعد از داره گفت نکنه گناه باشه. خلاص اینجوری رفت پیش یکی از این علما، گفتش که من بزغاله رو پیدا کردم چیکارش کنم. گفت برو برای مسجد 40 بار بود صاحب بزغاله، پیدا شد، چود نشد حلاله. این رفت بالای پشت بوم و باز به بزغاله نگاه کرد، حیفش اومد، میگو صاحب بزغاله، صاحب بزغاله، بزغالش یواش میگفت. حالا شما هم نشون دادید ماهیتتون رو، خیلی خوبه نه؟ عالیه. من میدونستم اینجا گردتون در بیاد، همین رو که گفتم سرش مشخص تو آخر کجاست، پیاد کجاست، چون بهشون دستور دادم تو فلان هم باش چی چیک، اسم شاهزاده رو بیار، اسم شاهنشاه رو بیار، این کارا رو بکن، وقت به جاش ما بهت میگیم خبر بده که یا خبرها رو جوری بده که مردم گیج بشن، مردم بترسن. من بارها گفتم، باز هم میگم، شاهزاده عزیزمون اینو گفتن، تأکید کردن، هر کسی در هر مقام و موقعیت و کانال و شبکه بود مردم ایران خواست بترسونه، بدون استثنا مزدوره. هر کس خواست مردم ناامید کنه بدون استثنا مزدوره. هر کس تجزیه حرف زد بدون استثنا مزدوره. هر کس جنگ داخلی حرف زد بدون استثنا مزدوره. یه موضوع شناسی ساده‌تر. بله، حالا شروع کرده که آقا چین 5000 بار، خدای من خیلی رقمتون بزرگه، ما ترسیدیم لرزیدیم اینجا که چی؟ چین ارزه نداره هنگ کنگ و تایوان کشوری که مال خودش بوده رو جمعش کنه، همون دوتا که زایده بزرگ کنه. حکایت عروس است نه؟ عروس شب عروسیش تلاشن کاراش میگه یک صدای از در رفت، مادر شوهر اومد جمع جوش گفت که اشکال نداره، این نشونه اینه که بچه اول پسره. خسه عروس خوشحال شد، بعد نیم ساعت یکی دیگه زد، بعد مادر شوهر گفت عروس چرا یکی زایده بزرگ کو فعلا این پیشکشه. حالا آقای چین و امثالی که مزدورایی که این کارا رو میکنن عمدن میخوان بگن از تظاهرات نزن، اگه شما شرف دارید که ندارید، شما اگه درد وطن دارید که ندارید، چون ارباباتون دیگه، حالا حرف بزنید پتت میزنه رو آب، از تظاهرات بگید، برید از رو فیلم تهیه کنید، به حرف بزنید، ولی خب کار پیش میره، چه شما بکنید و چه نکنید، چه شما خبر گذارید خبری خبر رو پخش چه نکنید. اول 5000 نفر میره کیش 25 ساله، دوم از عزیزان من کیش چی، بازی چی، این ابر ذلت ها، این گرگ های پیر، این کفتار های به قول معروف کفتار کریهترین حیوان روی کره زمینه. این کفتارها اگر جایی برای 5000 متر زمینی که بخواد از این 5 تا خودشون بره اونجا نفوذ بکنه، او 4 تا دیگه ببخشید عذر میخوام خشتک اینه سرش میکشن، بیاد کیشو 25 سال بگیره و نفت 25 سال بخره و همین خر تو خره به این سادگی است. بعد چین اروپا یک چیزی رو فهمیدن، خود چطور رو به خریت میزدن که پوله پشترش برای ایران خراب کردن. 100 تا از این قراردادی که مثلا برای ماهی رو هم بریسن به هیچ جا نمیرسه، پولای پشترشون رو خراب کردن، نه برای ملت ایران، برای تمام مردم دنیا اینا رسوا شدن. دیگه بعد از این پهن با ایران نخواهند کرد هیچ کس در سطح دنیا، چون ماهیتش مشخص شد دیگه.
اون وقت آقا 20 مرسل چی 5000 نیرو بره چی بخواد بیاره؟ چین کجا موفق بوده که اینجا با 5000 نیرو بخواد بیاد تو ایران محافظت بکنه؟ چی میخواد محافظت بکنه؟ 5000 تایی که همین جوان ها بقول باشه یه قد و قول باشه بازی میکنن کلشون کنده است، چی رازی غلط ها نمی کنه، از اشتباه ها نمی کنه، از اشتباه زیاد کرده. بخوش راجب ایران، چین بهترین بازار دنیا شاید دست داد، البته بازار هم همه دنیا دست دادن فرق نمی کنه، همشون این کورا جگرشون در آورده، ولی اینجا سنگ محک اومد به میان، همشون رد شدن و اینا دیگه در دنیا که هیچ وجهی ندارند، هیچ موقعیتی ندارند، هیچ اعتباری ندارند. هزار تا قرارداد می‌نویسن که دروغ محضه. الان 5 سال کیشو میگن آقا فلان، کسایی هم که پخش میکنند، من از اینا متاسفم، خیلی هاشون نادانسته پخش میکنن، ولی فکر خبر خوب پخشن. بنده خدا، کشور توست، مملکت توست، خاک توست، خونه توست، کیف میکنی پخش میکنی؟ برو سر ما رو بزن که دموش قضیه رو پیکارش. اگه ارزه داری، لیاقت داری، برو بزن تو سر ما رو بزن کلکشه بکن. الان حکومت داره ساقط میشه، برو کمک کن به تظاهرات، برو کمک کن به اعتصابات. خبر رو پخش میکنی میشه مشخصه، چه بخوای چه نخوای مزدوری، چون در راه اونا قدم برمیداری. البته دیگر جالبه که دوستا برای من مینویسن آقای مهدی باز شروع کردن، یعنی مردم خیلی راحت دیگه فهمیدن مسائل رو. شما هم خب خوبه، تا حالا حقوقی میگرفتین، چیزی میگرفتین، یک چیزی رو تو پرت میکردن، سرتون دوبارشو میچرخید، حالا دیگه تموم شد. اعتصاب و تظاهرات شروع شد و این دفعه به ختم حکومت ختم میشه، اینو بدون شک بدونید. شما 41 سال از این کارا کردید، این آخر کارتون. هر کسی خواست یه آخر کاری داره، یه ختمی داره، یک دی اندی داره، حالا نوبت شماست که اینجوری بشه. پس در نتیجه زنبیری به اخبار اصلا اهمیت ندید، توجه نکنید و مردم دارن کار خودشون. و این چند نفری هم که اصلا تو کانال را بربر هستن، اینها هم تنبیدش رو میلرزه، چون گند کار در میان رسوا میشن. اینا باید برن تو کبیرا کار بکنن، تو قفسه باید برن جگرشون در بیاد، چون اینها خائنین داخلی هستن، اینها خائنی هستن که دومشون به دیگران تکون میدن. اینها کسایی هستن که هنوز دارن برای مثلا این آشغالی که توی اربیل عراق و برای هست، این کثافت لجنی که اونجا هست، خاک آنم برسش، حیف اسمشو بخوام بیارم که جز خائن‌ترین افراد هست. شما چجوری جواب پسید من نمیدونم. در نتیجه خواهش ازتون دارم، هیچ بی مسئله اهمیت ندید، همش کذب محضه. بچه مگر حالا برفرضم نوشتن، اینا هر غلطی خواستن کردن، ما تاریخ رو بخونید، شما همیشه اینجور شده به جاش رسیده، اون کشور عقب نشینی که از ترس مردم. الان یک تایوان 10-12 میلیون جمعیت داره، چین 1.5 میلیارد جمعیت داره، یک هنگ کنگ چند میلیون جمعیت داره، جلو مردم نتونستن واسه نمیتونن وایستن. زور مردم، اتحاد مردم بیش از این حرفاست. چین خار کرد، ذلیل کرد از هنگ کنگ، حالا به تصیب بکنن قانون فلان، یا هزار تا کار بنویس این ماده پاده بیزن با نرشون پدرت رو در میارن، پدر همتون در آوردن، ولی حیثیتون در دنیا رفت. این مشاور آقای ترامپ چی نوشته؟ هر حرفی که مزدم همین حرف هست که این آدم بی برنامه است، بی اصول، بی قاعده است، هیچی از کار بلد نیست. و بعد دیدین یوتیوب خاطراتش نوشته دیگه، مشاور ترامپ بود دیگه، این آقای ایکس ایگریگان. حالا بخونید خاطراتش، خیلی جالبه، سعی میکنم بذارم. یعنی ترام لحظه ای تصمیم گرفته، چند بارم این اواخر گفته کاش که خواب بود، از خواب بیدار میشدم که اصلا من رسونه شد به خواب بود، کاش خواب میدیدم. الان هم میتونی برید کنار، نرید کنار، فرقی نمی کنه. هر کاری بکنید باختید. چون چرا؟ چون روی بیعدالتی و ظلم و ستم و خون پایه گذاری کردید، روی خون، روی شکنجه، روی دروغ. اون زیر بنا سسته، اون فونداسیون یه وری و کج به همه وقت میاد پایین، شک کرده کسی نیستش. خدمت شما عرض کنم که در مورد خب موج اعتراضات کارگرا و پرسنل شروع شد دوستان، حقوقا دیگه نمیرسه، بازنشسته هم کم کم شروع میشه، تمام ادارات یواش یواش جمع میشن و شما پوشش بدید خواهشن. هر کی در هر شهری هست که میبینه هست، قشنگ فیلم بگیره با حوصله پوشش بده بفرسته، کانال هایی که کانال هستن و ایرانی هستن، نه یه اجنبی که اینجا هستن. حالا جالب خیلی هاشون هم که تایپ میکنن پرو ب میزنن مشخصه که کامپیوترشون هم حتی عربیه. بعد خدمت شما هستم که این حرفا، یه جمله خیلی قشنگی واسه کالام گذاشتم، خیلی جا قشنگه، روش فکر کنید، این بار چند بار تکرار کنید با خودتون.
بهترهای پیشبینی آینده، بهترهای پیشبینی آینده. من چند سال پیش گذاشتم تو کانالم اینه که اونو بسازیمش، آینده رو خودمون بسازیم، پیشبینی کنیم که اینجوری میشه، باید بسازیم همینو. این بهترین نوع پیشبینی آینده است. خب دیگه مسئله خاصی رو قصه ندارم، بعد راجع به مسئله صحبت خواهم کرد و برای چیز، برای شورای حکام. حالا دیدی که همه کشور چیز که حالا جالبه که برای حکم از اون سر دنیا آمده، تاییدیه بحرین، دبی و کشور عربی منطقه رو میگیره که چی بشه. یه میره کلاه برداریم هستشون بکنیم پولی آم خواهیم رای بگیریم شما به پول بدید. آخه بحرین، کویت، ببخشید ها یه مورچه چه سونوگرافیش چی باشه، اینا چی که بخوان این چیز اینا رو داشته باشید. یعنی خیلی حرفه، اصلا کاراتون همه عجیب غریبه، مشخصه حسابی قاطی کردید، حسابی قاطی کردید. ابر ذلت های خار شده، در دنیا خار شدید، از اون کشور آفریقایی گرفته تمام کشور دنیا در حضور ملت ها. یه مسئله مهم دیگه بهتون بگم دوستان، دیگه نیروهای ارتش و اینا دیگه سابق نمی جنگن. دنیا مدیاست، احمقن به جنگن. برای چی به جنگن؟ برای روانی، یعنی پوتین روانی تر از اون ترامپ بحث نمی کنن، جوش به خطر نمی دازن. الان نیروهایی که تو آلمان، آمریکا تو آلمان داشت، گفتن ما دیگه وای نمیسیم اینجا، برگردون همه رو برمیگردونه، هم هزینه‌اش نداره بده، هم دیگه نیروی واسه ما چه کار داریم میکنیم، از خون زندگی دور هستیم، چه کار داریم میکنیم تو آلمان، چه غلطی میکنیم ما. ترامپ دید که نه اینا دیگه جواب نمیدن، برگردون. راجب اون جریان جنگ اینا که چیز کرده بود که ترامپ میزنن بعد گفت نمیزنم اینها، این آقای چی جان چی چکین جالب نوشت، اینا حتما براتون میذارم بخونید دوستان. خب خاطره که گذاشتم راجب این آقای بچه اطلاعات، حالا هرچی هست، کامنت زیاد دارم اومده، تلفن تماس زیاد داشتن که آقا ما اکثر همینجوری فکر می‌کردیم، این کارو می‌خواستیم بکنیم، کارو می‌خواستیم بکنیم. خلاصه ما به ملت بدهکاریم و عذرخواه هستیم از این حرفا، و گفتم دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره، کردید حالا برید خودتون رو بکشید، یه آباد نمیشه. آباد کردن سخته، خراب کردن ساده است که خراب کردید، کشتید، لو دادید، آبرو بردید، حیثیت بردید، شکنجه کردید که خامنه‌ای بمونه. در تمام جنایت شما شریک هستید. حالا یک چیز دارید میگه خودتون خوشحال، مثلا روحان الان کم کم راه افتاده دیگه، زن دختر هاشمی داره میگه، میگن پسر آیت الله بهشتی نمیده، اون هستیم شروع که نامه ها شروع شده، نامه های دیگه هم شروع شده، اما این موسوی خوینی ها ولکن نیست قضیه رو، چون میخواد بکشه روحانیان رو به تظاهرات بکشه و بیان به قول معروف بگن آقا که شما گند زدی به همه چی رفته، که گندم زدن نامش هم نامه خیلی جالبیه و قطعا به قول معروف پشت این نامه خیلی مسائل دیگر دارن که وقت زیبا کلام این آمده، این بچه قرتی مزلف آمده هر سکی، این آدم خیلی متکبریه. تو چی هستی آشغال؟ تو چی هستی کثافت لجن؟ زشت کلام، هر شب با یکی هستی، هر شب یه ایجابی میخوابی، هرچی بگذارم تو تکرار میکنی، بی شرف. تو شرید نده، اینا همه جاتون یه جاست، همه تو متکبره. یه زمانی که زیر پرچم بود سینی میزدی، توی اصلاح طلب بودی که اون اصلاح طلب بود، رئیس اصلاح طلب بود که، چطور شد؟ بله این مصاحبه من خواهم بودش، مال آقای بولتون، جان بولتون. بله دیگه از این بعد نامان زیاد، ولی بیان شما خواهشان از استفاده میکنید در شهرستانه که هستید، تظاهرات اتصاب هست، اینا رو ساپورت کنید، بفرستید، من بلاغ پخش میکنم از جای دیگه هست، خودتون بدید تو کانال جای مختلف اینستاگرام، و این دیگه قحط بهشون نیست، این حکومت رو قحط میکنه به چندین و چند دلیل که اولا حامیاش حکومت درست داده، دوما پول نداره، سوما خودشون دیگه آبروشون همه رقمه رفته، دیگه مشخص شد که با اینا چقدر دزدی کردن، چقدر خیانت کردن. همه از هم دیگه آتو دارن، این جالبه، همه از هم آتو دارن. خیلی راحت میگه آقا به برادر رئیس جمهور رشوه دادن، رشوه دیگه آقا چی گرفتی؟ مشخصه همتون سر تا پا یک کرباسید، و جالبه خودشون هم با موقعان با چیز با فساد مبارزه کنن. شما سر تا پاتون فساده، سر تا پاتون فساده، و
و این فساد داره شما غرق میکنه که من بارها گفتم بوی تعفنتون دنیا رو گرفته. وقت شما ها هنوز یه عده از این موضوع را میان میخوان میگن آقا اینجوری و ها شلوغش میکنن آقا چینی ها میان فلان میکنن. خب مبارک تو باشه بی شرف کولی بی وطن در به در فاحشه، مبارکت باشه چینی ها بوده برای شما. بله چین ارزه داشت شلوار خودش بالا میشه توی تایوان و توی هنگ کنگ که نتونست هیچ جا نمیتونه. یک آلترناتیو داره به نام کره شمالی، اون هم اگه بزنه تو سر رقبای خودش میزنه. همشون باختن، در همه زمین‌ها باختن، تمام پلای پرسرشون هم خراب کرد. این بزرگترین شانسی است که ملت ایران آورده و ملت دیگه آوردن، راهشون رو پیدا میکنن و اینها تاوشون شکست شکست و شکست. ایام بکام روزگار خوش. این خاطرات و قسمت رو باشم پخش خواهم کرد، یه قسمت سوم خواهد داشت چون بنده خدا زنگ زد و گفت که من دیدم گفتیدم خیلی یاد رفته، گفتم یادم رفته، بعد یکی از جایم که من نتونستم کاری انجام بدم اونم یاد آوری که گفتم اونم پخش تو خاطر جمع باشه، من از اشکال کارم فرار نمی‌کنم. یک کاری من سپردم گفتم حتما انجام میدم، نتونستم حالا بعد میگم چی هست و قسمت سوم خواهم گذاشت چون اینا باید بمونه برای جوان که چه کسایی بوده چه کارهایی کردن و چه اتفاقات افتاده. خب خوشحالم، خیلی روز خوشحالم، خدا من دخجت خوشحالم که این اتفاق داره میفته و خوشحالم که ماهیت این آشغالا رو شد داره رو میشه. آقا جانم آزاد میکشن فلان میکردیم ما اله بله باشه آزاده همگان با فلان سپهر آزادی نشون دادید، حتی تقصیر ندارید، مزدور همینه، هرچی گفتم رو بگید چشم، جای دوست دشمنش بده چشم، بالا کن چشم، بپر بالا پر چشم، بپر پای چشم، باسنت بده بالا چشم، شما همینید چون سرتون تو آخر اونهاست، دهنتون جلو باسن خیلی از اینهاست و بخورید نوش جانتون. حالا از این برم بعد گنگی کار همتون داره در میاد و درم خواهد اومد و مزدوری شما ثابت شد. پس هر کسی ملت ایران ترسوند مزدوره، هر کسی ناامید کرد مزدوره، هر کس منحرف کرد مزدوره، هر کی از تجزیه حرف زد مزدوره، هر کی از جنگ حرف زد مزدوره، شک درش نیست. زورشناسی کلاس ابزون بود. خدا نگهدار تا کلیپ بعدی.